کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. دو، در تعیین حداکثر زمان خدمت بر روی کشتی که بر مبنای آن دریانورد حق بازگرداندن به وطن را دارا می باشد، طبق مفاد این مجموعه قوانین باید عواملی که محیط کار دریانورد را تحت تأثیر قرار می دهند مد نظر قرار گیرد. هر عضو باید در هر جایی که امکان دارد سعی نماید تا این مدت زمان را با توجه به پیشرفت‌ها و تحولات فناوری کاهش دهد و در این راستا از توصیه ارائه شده در این خصوص توسط کمیسیون مشترک دریایی نیز استفاده نماید. دستورالعمل 252ب اجرا توسط اعضا. 1. هر گونه کمک عملی ممکن باید در قبال دریانوردی که در یک بندر خارجی در حین بازگشت به وطن سرگردان یا بازگشت به وطن وی دچار تأخیر شده است انجام گیرد. مقام صلاحیت دار باید تضمین نماید که نماینده محلی یا کنسولی کشور صاحب پرچم و کشور مطبوع یا کشور محل اقامت دریانورد به طور مناسب و فوری از موضوع آگاه می شوند. 2. هر عضو باید مطمئن شود که در موارد زیر قوانین مناسب وضع شده است. الف، برای بازگشت دریانوردان شاغل بر روی کشتی حامل پرچم یک کشور خارجی که در یک بندر خارجی به دلایلی که آنها مسئول آن نیستند در ساحل پیاده شده اند. 1. به بندری که در آن دریانورد مربوط مشغول به کار شده است، یا 2. به بندری واقع در کشور مطبوع دریانورد یا کشور محل اقامت وی به گونه ای مناسب، یا 3. به بندر دیگر توافق شده بین دریانورد و فرمانده کشتی یا مالک کشتی با تایید مقام صلاحیت دار یا تحت حفاظت‌های مناسب دیگر. ب. برای حفظ و مراقبت درمانی از دریانوردان شاغل بر روی کشتی حامل پرچم یک کشور خارجی که در یک بندر خارجی به دلیل بیماری یا آسیب دیدگی ناشی از خدمت بر روی کشتی نه به دلیل قصور عمدی پیاده شده اند. 3. اگر دریانوردان سیر 18 سال شاغل بر روی کشتی پس از حداقل 4 ماه از زمان اولین سفر دریایی خارجی آنها مشخص شود که برای زندگی در دریا مناسب نمی باشند، باید بدون صرف هزینه از اولین بندر مناسب محل توقفی که در آن خدمات کنسولی دولت صاحب پرچم یا دولت مطبوع یا دولت محل اقامت آنها وجود دارد به وطن بازگردانده شوند. گزارش مربوط به این بازگردانی همراه با ذکر دلایل مربوط باید به اطلاع مقامی برسد که اوراق صلاحیت دریانوردان جوان مربوط را برای اشتغال در دریا صادر نموده است. مقرره 2.6 پرداخت غرامت به دریانورد به دلیل فقدان یا غرق کشتی. هدف تضمین این که دریانوردان به هنگام فقدان یا غرق شدن کشتی غرامت دریافت می نمایند. دریانوردان این حق را دارند که در هنگام آسیب دیدگی، زیان یا بیکاری ناشی از فقدان یا غرق شدن کشتی غرامت کافی دریافت نمایند. استاندارد 2.6 الف، پرداخت غرامت به دریانورد به دلیل فقدان یا غرق کشتی. 1. هر عضو باید قواعدی را وضع نماید که اطمینان حاصل شود
در تمام موارد مربوط به فقدان یا غرق هر گونه کشتی، مالک کشتی به هر یک از دریانوردان شاغل در کشتی در قبال بیکاری ناشی از این فقدان یا غرق کشتی خسارت پرداخت نماید. 2. قواعد موضوع بند یک این استاندارد نباید لطمه ای به هر گونه حقوق دریانوردان به موجب قوانین ملی عضو مربوط در هنگام بروز خسارت یا آسیب دیدگی های ناشی از فقدان یا غرق کشتی بزند. دستورالعمل 2.6ب غرامت دریانورد به دلیل فقدان یا غرق کشتی. دستورالعمل 2.6.1ب محاسبه غرامت بیکاری. 1. غرامت بیکاری ناشی از فقدان یا غرق کشتی باید به همان نرخ دستمزد قابل پرداخت بر مبنای قرارداد کار منعقده در ازای روزهایی که دریانورد واقعا بیکار بوده است پرداخت شود، ولی کل خسارت قابل پرداخت به هر دریانورد محدود به 2 ماه دستمزد می باشد. 2. هر عضو باید تضمین نماید که دریانوردان برای جبران چنین غرامت‌هایی از همان شیوه‌ها و ابزارهای قانونی برخوردار هستند که برای وصول مزدهای معوقه خود در طول خدمت برخوردار می باشند. مقرره 2.7 سطوح نیروی انسانی. هدف تضمین این که دریانوردان بر روی کشتی هایی کار می کنند که نفرات کافی را برای عملکرد ایمن، کارآمد و امن کشتی در اختیار دارند. هر عضو باید مقرر نماید که تمامی کشتی های حامل پرچم آن دریانوردان کافی را برای عملکرد ایمن و کارآمد کشتی ها با در نظر گرفتن امنیت کامل در تمامی شرایط و با توجه به نگرانی‌های نسبت به خستگی مفرد دریانوردان و شرایط و ماهیت خاص سفر دریایی در اختیار دارند. استاندارد 2.7 الف سطوح نیروی انسانی. 1. هر عضو باید مقرر نماید که تمامی کشتی‌های حامل پرچم آن کشور دریانوردان کافی را برای عملکرد ایمن و کارآمد کشتی‌ها با در نظر گرفتن امنیت کامل در اختیار دارند. هر کشتی باید دارای خدمه کافی در تعداد و صلاحیت باشد تا ایمنی و امنیت کشتی و نفرات حاضر در آن را در تمامی شرایط کاری طبق سند حداقل ایمنی نیروی انسانی یا سندی مشابه که توسط مقام صلاحیت دار صادر شده و منطبق با استانداردهای این مقابله نامه می باشد تضمین نماید. 2. در هنگام تعیین، تصویب یا بازنگری در سطوح نیروی انسانی، مقام صلاحیت دار باید از اعمال ساعات بیش از حد کار اجتناب نموده یا آن را به حد اقل برساند تا مطمئن شود استراحت کافی و کاهش خستگی مفرد در سطوح نیروی انسانی را طبق اصول مندرج در اسناد حاکم بین المللی به ویژه اسناد متعلق به سازمان بین المللی دریانوردی در نظر گرفته است. 3. در تعیین سطوح نیروی انسانی، مقام صلاحیت دار باید تمامی شرایط مندرج در مقرره 3.2 و استاندارد 3.2 الف مربوط به غذا و تهیه غذا را در نظر بگیرد. دستورالعمل 2.7ب سطوح نیروی انسانی. دستورالعمل 2.7.1ب حل و فصل اختلاف. 1. هر عضو باید نظام کارآمدی را برای رسیدگی و حل و فصل شکایات یا اختلافات مرتبط با نیروی انسانی شاغل بر روی کشتی تأمین نموده و یا متقاعد شود که چنین نظامی تأمین شده است. 2. نمایندگان سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی باید در فرایند انجام چنین نظامی با یا بدون حضور افرادی دیگر یا مقامات مسئول مشارکت داشته باشند. مقرره 2.8 توسعه مهارت و حرفه و فرصت‌هایی برای اشتغال دریانوردان. هدف
ارتقاء حرفه و توسعه مهارت و فرصت‌های شغلی برای دریانوردان. هر عضو باید سیاست‌های ملی به منظور ارتقاء اشتغال در بخش دریایی و نیز حمایت از توسعه مهارت و حرفه و فرصت‌های شغلی بیشتر برای دریانوردان مقیم در قلمرو خود داشته باشد. استاندارد 28 الف توسعه مهارت و حرفه و فرصت‌هایی برای اشتغال دریانوردان. 1. هر عضو باید سیاست‌های ملی در خصوص حمایت از توسعه و حرفه و فرصت‌هایی برای اشتغال دریانوردان به منظور تأمین نیروی کار ماهر و با ثبات در بخش دریایی داشته باشد. 2. هدف از سیاست‌های موضوع بند 1 این استاندارد باید کمک به دریانوردان در جهت تقویت مهارت‌ها، شرایط لازم و فرصت‌های اشتغال آنها باشد. 3. هر عضو باید پس از مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مطبوع همراه با آموزش‌های جاری، اهداف مشخصی را برای راهنمایی شغلی، آموزش و تربیت دریانوردانی که وظیفه آنها بر روی کشتی در وهله اول مرتبط با جهتیابی و عملکرد ایمنی کشتی می باشد تعیین نماید. دستورالعمل 28B توسعه مهارت و حرفه و فرصت‌هایی برای اشتغال دریانوردان. دستورالعمل 281B اقداماتی در جهت ارتقاء حرفه و توسعه مهارت و فرصت‌هایی برای اشتغال دریانوردان. اقدامات مورد نظر جهت دستیابی به اهداف موضوع استاندارد 28 الف می‌تواند شامل موارد زیر باشد. الف قراردادهایی که در آنها توسعه حرفه و آموزش مهارت‌ها توسط مالک کشتی یا سازمان مالکین کشتی پیش‌بینی شده است، یا ب اتخاذ ترتیباتی برای ارتقاء اشتغال از طریق ایجاد و نگهداری دفاتر ثبت نام یا فهرست دریانوردان واجد شرایط بر مبنای گروه شغلی آنها، یا پ ارتقاء فرصت‌ها هم بر روی کشتی و هم در ساحل در خصوص آموزش و تربیت بیشتر دریانوردان برای توسعه مهارت‌ها و صلاحیت‌های قابل انتقال به منظور حفظ و نگهداری کار شایسته به طوری که بهبود چشم‌اندازهای اشتغال فردی و برآورده نمودن شرایط مربوط به تغییرات فناوری و شرایط بازار کار در صنعت دریایی را به دنبال داشته باشد. دستورالعمل 282B دفتر ثبت دریانوردان. 1. هرگاه اشتغال دریانوردان بر پایه دفاتر ثبتی و فهرست‌ها استوار باشد، این دفاتر ثبتی و فهرست‌ها باید به شیوه‌ای که توسط قانون یا رویه ملی یا توافق جمعی تعیین می‌شود، تمامی گروه‌های شغلی دریانوردان را شامل شود. 2. دریانوردان ثبت شده در چنین دفتر ثبتی یا فهرستی باید دارای اولویت استخدام برای دریانوردی باشند. 3. دریانوردان ثبت شده در چنین دفتر ثبتی یا فهرستی باید طبق روشی که توسط قانون یا رویه ملی یا توافق جمعی تعیین می شود مهیا برای کار باشند. 4. تا حدی که قوانین یا مقررات ملی اجازه می دهد، باید به صورت ادواری در تعداد دریانوردان موجود در چنین دفاتر ثبتی یا فهرست ها تجدید نظر شود، به طوری که سطوح منطبق با نیازهای صنعت دریایی حاصل شود. 5.
هرگاه کاهش تعداد دریانوردان موجود در چنین دفتر ثبتی یا فهرستی ضروری باشد، باید تمامی تدابیر مناسب برای پیشگیری یا کاستن از اثرات زیانبار آن در قبال دریانوردان با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط مد نظر قرار گیرد. استاندارد سه یک الف محل اقامت و امکانات تفریحی. یک، هر عضو باید قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که کشتی‌های حامل پرچم آن را ملزم نماید. الف، استانداردهای حداقلی را تأمین نماید که هر گونه محل اقامت برای دریانوردان، کار یا زندگی بر روی کشتی یا هر دو را که طبق مفاد مربوط به این استاندارد شایسته و ایمن می باشد تضمین نماید و ب، به منظور تضمین مطابقت اولیه و جاری با استانداردهای مذکور مورد بازرسی قرار گیرد. دو، در توسعه و اعمال قوانین و مقررات مربوط به اجرای این استاندارد، مقام صلاحیت دار پس از مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط باید الف، مقرره 4-3 و مفاد مربوط به این مجموعه قوانین در خصوص حمایت بهداشتی و ایمنی و نیز پیشگیری از حوادث را در پرتو نیازهای خاص دریانوردانی که بر روی کشتی کار و زندگی می کنند مد نظر قرار دهد و ب، توجه مقتضی را نسبت به دستورالعمل‌های موضوع بخش ب این مجموعه قوانین لحاظ نماید. 3. بازرسی های لازم به موجب مقرره 5-1-4 باید انجام شود هنگامی که الف، یک کشتی به ثبت رسیده یا مجدداً به ثبت رسیده است یا ب، محل اقامت دریانورد بر روی کشتی به طور اساسی تغییر یافته است. 4. مقام صلاحیت دار باید توجه ویژه‌ای را نسبت به تضمین اجراء الزامات این مقابله نامه در ارتباط با موضوعات زیر مد نظر قرار دهد. الف، اندازه اتاق‌ها و دیگر فضاهای محل اقامت. ب، درجه حرارت و تهویه هوا. پ، سر و صدا و ارتعاش و دیگر عوامل مربوط به محیط. ت، امکانات بهداشتی. س، روشنایی. و جیم، امکانات بیمارستانی. 5. مقام صلاحیت داره هر عضو باید کشتی هایی که حامل پرچم آن می باشند را ملزم نماید تا استانداردهای حداقل برای محل اقامت و امکانات تفریحی بر روی کشتی را طبق بندهای 6 الی 17 این استاندارد برآورده نماید. 6. با توجه به الزامات کلی مربوط به محل اقامت، الف، حداقل ارتفاع سقف در تمامی محل‌های اقامت دریانوردان باید به گونه‌ای باشد که شامل فضای کافی برای حرکت آزادانه بوده و کمتر از 203 سانتی‌متر نیز نباشد. مقام صلاحیت دار می تواند اجازه دهد در یک محیط یا بخشی از یک محیط کاهش محدودی در ارتفاع سقف انجام شود، به طوری که چنین کاهشی در محل اقامت 1. منطقی باشد و 2. منجر به عدم آسایش دریانوردان نشود. ب. محل اقامت باید به طور مناسب عایق بندی شده باشد. پ. در کشتی هایی به غیر از کشتی های مسافری طبق مقررات ج و س دو مقابله نامه بین المللی ایمنی زندگی در دریا مصوب 1974 میلادی، اتاق های خواب باید در بالای خط بار وسط یا عقب کشتی قرار گیرد، به جز در موارد استثنایی که اندازه، نوع یا خدمت مورد نظر در کشتی اختصاص هر مکان دیگری را غیر ممکن می سازد که در چنین حالتی اتاقهای خواب می تواند در قسمت جلوی کشتی واقع شود، ولی به هیچ عنوان نباید جلوتر از حفاظ تصادف قرار گیرد. ت.
در کشتی‌های مسافری و کشتی‌های خاصی که طبق مجموع قوانین سازمان بین‌المللی دریانوردی تحت عنوان ایمنی برای کشتی‌های با مقاصد خاص مصوب 1983 میلادی و مدل‌های بعدی، مقام صلاحیت دار می‌تواند تحت شرایطی که ترتیبات کافی و مناسب برای روشنایی و تهویه هوا انجام گرفته است، اجازه دهد که اتاق‌های خواب در زیر خط بار قرار گیرد، ولی به هیچ وجه نباید به طور مستقیم در زیر معابر کاری واقع شود. 3. هیچ گونه در ورودی نباید به طور مستقیم از قسمت بار، موتورخانه، آشپزخانه، انبارها، اتاق‌های خشک‌کنی یا سرویس‌های بهداشتی عمومی به اتاق‌های خواب باز شود. آن بخش از دیوارهایی که چنین اماکنی را از اتاقهای خواب جدا می سازد و نیز جدار خارجی این دیوارها باید به نحو مطلوبی از فولاد یا دیگر موارد مورد تأیید ضد آب و ضد گاز ساخته شود. ج. مواردی که در ساختن جدار داخلی دیوارها، دیوارها و ورقه های فلزی، کفها و محل های اتصال به کار می رود باید مناسب بوده و محیطی بهداشتی را تضمین نماید. چه روشنایی مناسب و سامانه فاضلاب کافی باید تأمین شده باشد و ه محل اقامت و امکانات تفریحی و تهیه غذا باید برآورد کننده الزامات مندرج که در مقرره 4-3 و نیز مفاد مرتبط در این مجموعه قوانین در خصوص بهداشت و ایمنی و جلوگیری از حوادث در مورد جلوگیری از خطرات مربوط به قرار گرفتن در معرض سر و صدا و ارتعاش و دیگر عوامل محیطی و شیمیایی بر روی کشتی و همچنین تأمین یک محیط کار و زندگی مطلوب خارج از کشور برای دریانوردان باشد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.